سلام علیکم، امیدوارم حال همتون خیلی خوب باشه. آقا، یکی از پرتکرارترین سوالایی که همیشه از من میشد راجع به محصولات پوستی و آرایشی که استفاده میکنم بود. امروز بستم رسید. گفتم چه از این بهتر که هم با هم آنباکسش کنیم، همین که کلن محصولاتی که استفاده میکنم و بیام بهتون معرفی کنم و بگم که به نظرم کدوم محصولات ایرانی خیلی ارزش خرید دارن. بریم که داشته باشیم. آقا، اولا اشاره کنم که چیزایی که میگم تبلیغ نیست، اینا نمیان به من تبلیغ بدن. و دوم این که من و خانوادم چند سال از سایت خانمی خریداری بهداشتیمونو میکنیم و تا الان هیچ موردی پیش نیومده. منم یه چیزایی شنیدم راجع بهشون که محصول تاریخ انقضا گذشته میفرستن و اینا، ولی خب برای ما پیش نیومده. دیدین اول یه پیکسل گذاشتن. تفاوت تو، رنگ زیبایی تو، وجود هر ویژگی ظاهری متفاوت به معنی نقص داشتن نیازش بودن ما نیست. این فقط تفاوت ظاهریه که ما رو متمایز میکنه. این تفاوت ها رو در آغوش بگیریم و بهشون رنگ بدیم. با پیکسلت عکس بگیر، تو اینستا استوری کن، تو قرعه کشی 10 کد تخفیف 1 میلیون آیفون بدید بابا. کد تخفیف 1 میلیون چیه؟ برو بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه میخوام از بهترینش شروع کنم، شوینده کامفورت کلین دکتر ژیلا. چند ساله که من و مامانم داریم از این استفاده میکنیم. یه دکتر پوست برامون اینو نوشت. بعد واقعا تنها محصولیه که به پوست من میسازه. باهاش جوش نمیزنم، چربی پوست رو خوب کنترل میکنه، خشک نمیکنه، چربم نمیکنه. اصلا خیلی خوبه، خیلی. واقعا نمیدونم چرا روی برندینگ این محصول بیشتر کار نمیکنن. واقعا بی‌نظیره. باز کنم ببینید خودشم. حجم خوبی داره و خیلی طولانی مدت میتونید ازش استفاده کنید. مورد بعدی، میسلار واتر مخصوص پوستای چرب ژیناژن. آقا من یه دوره خیلی طولانی فکر میکردم که شستشوی یه مرحله‌ای کافیه برای پوست و فقط با شوینده میمدم پوستم و آرایشم میشستم، در حالی که اینطور نیست دوستان من. نمیتونید تصور کنید که قبل از شستشو با میسلار واتر آرایشتون رو پاک کنید چه تأثیری میتونه روی پوستتون داشته باشه. قبل از خرید میسلار واتر، زمانی که تصمیم گرفتم میسلار واتر رو به روتین پوستیم اضافه کنم، خیلی تحقیق کردم و این خیلی نظرات مثبت داشت. حالا به نظرم خوبه که امتحانش کنید. روی جوشای زیر پوستیم خیلی تاثیر داشت و کلن اون چربی پوستم هم خیلی خوب کنترل کرد. محصول بعدی، ساینسکین، برند مورد علاقه هم در محصولات پوستی ایرانی. البته این برای بابام. دوستان اگه این کمبودش توی سطح کشور وجود داره، به خاطر اینه که بابای من از تمام داروخونه اینو میخره و واقعا چیزش میکنه. چی بهش میگن؟ مامان! آه نه 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 یا نه یا احتکار. بابای من اینا رو احتکار میکنه. اینو بازش نمیکنم چون برای بابامه. اینو که گفتم آبرسان بابامه، این برای خودمه. حالا بعدا میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم، اینو در نظر داشته باشید. این آبرسان خیلی خوبیه. چند ساله دوباره که من و مامانم و بابام هی دائما داریم از این استفاده میکنیم. واقعا پوستو خوب آبرسانی میکنه. یعنی شب قبل خواب بزنی، صبح که پامیشی صورتت انگار آب رفته زیر پوستت. خیلی خوبه، من واقعا توصیهش میکنم. محصول بعدی، بالم لب نئودرم. اینم خیلی وقته دارم استفاده میکنم. اینو واقعا شب قبل خواب بزنید روی لبتون، صبح که پا میشیدین پوستای مرده. اینو شب قبل خواب بزنید به لبتون، صبح که پا میشید پوستای مرده روی لبتون جدا شده. یعنی یه دونه اینجوری میکنید قشنگ جدا میشه، بعد لبتون تا آخر روز نرم و تازه است. نمیدونم چجوری توصیفش کنم، ولی خیلی خوب، من خیلی ازش راضی بودم. بالم لب‌های زیادی رو امتحان کردم، از این بیشتر از همه راضی بودم. دیگه لبتون خشکی نمیزنه، پوست نمیشه. خلاصه که اینم مد نظر خود داشته باشید. آیتم بعدی، این ماسک موی آدرارم دوباره چند ساله که دارم میزنم، از اینم خیلی راضیم. این سری ماسک موی شونم گرفتم، اینم خیلی تعریفش رو زیاد شنیدم. حالا امیدوارم اینم خوب باشه، نمیدونم. اینو خیلی پیشنهاد نمیکنم چون که هنوز تستش نکردم. علاوه بر ماسک موی شون، تبلیغ ریملشم خیلی دیدم و خیلی تعریفش رو شنیده بودم، اینم دیگه خریدم. در تمام لوازم آرایشی که من استفاده میکنم تنها یه محصول خارجیه، اونم اسنسه. چرا من گارد دارم نسبت به استفاده از لوازم خارجی؟ چون که هیچ وقت نمیتونیم کامل مطمئن باشیم که
فیک نیست با توجه به وضعیت زیبایی کشورمون، نمیتونیم مطمئن باشیم که فیک نیست و داریم روی صورتمون استفادهش میکنیم. حالا امیدوارم که نتیجه خوبی از این بگیرم و بتونه برام جایگزین اون باشه. نظرت بد نمیاد. تو تخفیفم خیلی قیمتش خوب شده بود. اصلا کلا من 1500 اینا رو خرید کردم، آخرش 1 تومن پرداخت کردم، 500000 تومن تخفیف خورده بود. امیدوارم تا زمانی که ویدیو رو آپلود میکنم همچنان سایت خانومی این تخفیفا رو داشته باشه. آخرین آیتمی که خریدم، خودم هم نمیدونم چرا، واقعا این از اون چیزاست که احساس میکنم پولمو دور ریختم. این دوستمون ماسک یخه، یعنی قراره که قبل از استفاده من 2-3 ساعت اینو بذارم تو فریزر، بعد بزنمش رو صورتم، باعث جوانی و شادابی پوستم بشه. حالا اینو هنوز استفاده نکردم ولی فکر میکنم ایده خوبی باشه نسبت به اینکه بخوای مستقیم یخو بزنی رو صورتت، و اینکه خب فواید یخ هم که خیلی شنیدیم برای استفاده صورت. بریم سراغ بقیه چیزها. ضد آفتابی که من استفاده میکنم و میخوام بهتون پیشنهاد کنم، بازم از برند ساین اسکینه، همون برندی که آبرسانو بهتون گفتم. این مردونشه که بابامو عرفان استفاده میکنن، اینم من استفاده میکنم. مخصوص پوست چرده، چربی صورتو کنترل میکنه، خیلی خوبه، یعنی خیلی محافظت خوبی داره. اینو قشنگ وقتی استفاده میکنی احساس میکنی، احساس سنگینی نداره روی پوست، کاملا سبک، اصلا چیزی احساس نمیکنید. خیلی خوبه، من از این خیلی راضیم. هزارمین باره که دارم شارژش میکنم، نسبت به قیمتش واقعا میارزه. میریم سراغ لوازم آرایشی. آقا توی لوازم آرایشی نوتریکا برند مورد علاقه منه، توی برندهای ایرانی. این بی بی کرمشه که من الان خیلی وقت دارم استفاده میکنم و خیلی راضیم. حالا یادتونه گفتم که آبرسان رو در نظر داشته باشید، میخوام یه چیزی بهتون بگم. اینو من همینجوری نمیزنم، یکم میزنم روی دستم، الان خیلی کم میزنم چون که دارمش روی پوستم، نمیخوام الکی چیز کنم. به همون مقدار میاد یکم آبرسان اضافه میکنی. بذارید بیام جلوی دوربین نشون بدم. بعد میای اینا رو قاطی میکنی. این تجربه چیزی که برای من داشته اینه که دیگه روی صورتتون نمیماسه. البته بگم در حالت عادی هم نوتریکا تا حالا نشده روی صورت من احساس ماسیدگی ایجاد کنه، ولی در کل این که داره با آبرسان قاطی میشه، خیلی ویژگی خوبی داره. الان من اینو چیکارش کنم؟ میذارم پوستم دیگه، چاره ای ندارم. محصول بعدی از نوتریکا که واقعا عاشقشم و واقعا ارزش خرید داره، رژگونه های مایشه. احتمالاً الان تو ذهنتون این شکلی میشید که استفاده از رژگونه مایه سخته. آره، مستقیم بخواید بزنید روی پوستتون لک میشه، ولی الان میخوام یه روشی بهتون بگم. الان رژگونه ندارم، بنابراین یک بهتون بگم. اینو دوباره از اینجای دستتون استفاده میکنید. بازم با بیام نزدیک. اینو میاید میزنید روی اینجای دستتون، میاید با این طرف ماساژ میدید. حالا رژگونه که توی این حالت رو میزنید روی پوستتون. دارید من بزنم. توی این مرحله شبیه دلقک های سیرک میشه تا زمانی که با بلندر دوباره پخشش کنید. اینم از این. حالا میخوام یه مقایسه براتون انجام بدم. این رژگونه لاف کیک شیگلمه که کلن 5 میلی حجمش، یعنی هر کسی که استفاده کرده باشه این تجربه رو داره که در کمال ناباوری یهو میبینین تموم شده در مدت زمان خیلی کم. میخوام بهتون بگم که چقدر رنگای این دوتا نزدیک به همه، ولی نمیدونم کجای دستم تستش کنم. اینجا این شیگلم که اون زمان که من خریدم 500 تومن بود، الان نمیدونم. بیام جلوی دوربین. این شیگلم، این نوتریکا. شیگلم با حجم 5 میل، نوتریکا با حجم 25 میل. یعنی شما دارید با قیمت کمتر همون کیفیت، همون رنگ و 5 برابر حجمشو میگیرید. من که خیلی راضیم. یه رنگ دیگه‌ش هم دارم، اینو کمتر استفاده میکنم، ولی اونم اینه. کجا چجوری بهتون نشون بدم؟ این رنگش یکم توناژ هلویی داره، بذارید یکم به قهوه‌ای میزنه. این الان خیلی اگزاجر شده ها، این بلند بشه خیلی رنگ زیبا و خوب میشه. بلندرم اگه اینجا باشه براتون انجامش میدم، یه همچین رنگی میشه در نهایت. محصول بعدی نوتریکا که باز هم عاشقشم، کانسیلرش. من واقعا دوستش دارم، سبک، خوب کاور میکنه، خوب پخش میشه، یه جوری نمیشه بعد چند ساعت استفاده. خیلی از این راضی ام. اینم در نظر داشته باشید. و در نهایت قول مرحله آخر، پنکیکاشون بی‌نظیره. اینم خیلی دوستم، اینم کاور خیلی بالایی داره. روژ لباشون هم خیلی دوست دارم. یکم مشکل روژ لباشون درشه، ببین درش خیلی فیکس نمونه، تو کیف که میذارم سری درش میافته. حالا الان میخوام چیز دیگر رو بهتون بگم. همیشه ازم میپرسید که چجوری رژ لب میزنی. یک بار برای همیشه میخوام اینو براتون برم. فقط نیاز به دستمال دارم که رژ فعلیمو پاک کنم. خب خانوما، توی این مرحله یه رژ لب قرمز برمیدارید، فرق نمیکنه که چی باشه، فقط به وسط های لبتون میزنید. فقط به اینجا، به اطراف هیچی نمیزنید. چرا پشتم شبیه پیامبر داره میشه؟ خب ادامه میدم، فقط به وسط ها.
خب حالا میریم برای اطراف. یه رژ قهوه‌ای هم نیست، کالباسی هم نیست، صورتی هم نیست. بذارید کد رنگش رو براتون میذارم. میشه این در نهایت روش میتونید لیکلاس هم بزنید که دیگه عالی میشه. خب آقا این بود از ویدیو محصولات ایرانی که به نظر من ارزش خرید دارن و من ازشون استفاده میکنم. امیدوارم که براتون مفید و کاربردی بوده باشه. بازم اگه سوالی بود تو کامنت ها ازم بپرسید. دوستتون دارم. خدافظ.